اینک ارتباطمون با خانم ژاله وفا برقرار شده و از این لحظه و تلفن های ما 2046-31-43-48-38 خواهد بود. دوستان اگر این گفتگوها را مثمر ثمر یافتید در انتشار اون و در شکستن جعبه سانسور با ما همکاری داشته باشید. خانم ژاله وفا با سلام و درود فراوان خدمتون و با سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید. از سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو عصر جدید و ممنونم که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید. متشکرم. بفرمایید. خانم وفا، در پی گفتگوی هفته پیش شما در رابطه با مسئله بودجه و نگاهی به بودجه که داشتیم و اخبار مایوس کننده ای که به طور مرتب هر روز انتشار پیدا می کند، بیکاری، گرانی، معیشت مردم هر روز و روز به روز بدتر. در مسابقه قبلی بودجه نویسی در نظام ولایت مطلقه فقیه را نقد کردید و ایرادات بودجه نویسی که برداشت از تولید ملی نیست را بیان فرمودید و قرار شد که امروز در گفتگوی من به آمار بودجه 1400 ایران در واقع بپردازیم و من میکروفون را در اختیار شما میذارم به این آمار را به ما ارائه بدید و سپس به سوالات بعدی بپردازم. من میکروفون را در اختیار شما میذارم. تلفن ما 2046-31-43-48 خواهد بود. با خانم ژاله وفا هستیم. بفرمایید خانم وفا. بله، عرض کنم خدمت شنوندگان محترم، در مصاحبه قبلی همجور که آقای جوادزاده به درستی گفتم به نقد بودجه نویسی در نظام ولایت فقیه پرداختم و یک ادعایی داشتم و اون این است که عموماً بودجه نویسی ها در این نظام برداشت از تولید ملی نیستن، بلکه فرمولش این است که بودجه در این نظام ها برابر است با فروش ثروت های ملی به اضافه کسری بودجه، به اضافه قرضه داخلی و خارجی. حالا آمار بودجه 1400 جلوی مونه، با استناد به اون آمار نگاه کنیم این ادعای من واقعیت داره یا نداره. قضاوت رو بر عهده شنوندگان محترم میگذارم. مهمترین جزئیات لایحه به اصطلاح بودجه 1400 این است که ابتدا بشماریم منابعی رو که خیال میکنن میتونن تحقق پیدا بکنن بر چه مبناست، هزینه هاش کجاست، آیا کسری وجود داره یا نداره. در بخش منابع سه تا محل رو بررسی کرده این بودجه. آمارش هست، روی سایت مجلس نظام هم هست به صلاحیه بودجه 1400. میگه از سه محل فروش نفت و گاز، مالیات و انتشار اوراق مالی. خب در بخش منابع 65% رشد داشته. یعنی چی؟ ببینید بودجه ها دو قسمت دارن، یا منابع بودجه عمومی دولته یا منابع بودجه شرکت های دولتی. بودجه 1400 یعنی دخل خرج دولت در سال آینده 2,335,000,000,000,000 پیش بینی شده. از این مقدارش 929,008,000,000,000 از آن بودجه عمومی دولته و 1,561,000,000,000 بودجه شرکت ها و بانک های دولتی. چون در این مجلس اصلا بودجه شرکت ها به غلط بررسی نمیشه، نه اینکه من مجلس این نظام رو قبول دارم، میخوام در چارچوب خود اون نظام بگم، اصلا نظارتی برشون نیست. مثلا بودجه شرکت، بودجه که از شرکت های بزرگ شرکت ملی نفته، اصلا رسیدگی نمیشه در مجلس به بودجه شرکت ملی نفت که 14.5% صادرات و فروش نفت در داخل رو بهش اختصاص داده میشه که کجا برد، چه کار کرد، سرمایه گذاری کرد، نکرد، صرف فقط حقوق شد، نشد، اینا رسیدگی نمیشه در مجلس نظام. ما در بخش مثلا منابع میبینیم 929.8 یا 900 نزدیکی به 30,000,000,000 این کاریست که مجلس روش میاد میگه اینا منابع دولت برای بودجه 1400. خب در آمده رو گفتیم این منابع که همین این مقدار پول از سه راه میخواد یعنی به دست بیاره. یکی درآمدهاشه که مالیات و سایر درآمدها مثل جرائم و مجبزها و حق دسترسی و فلان اینا که 317,000,000,000 ماهیت مالیات رو توضیح قبلا دادیم. دوم
واگذاری اصطلاحات جدید توی بودجه نویسی، واگذاری دارایی های سرمایه‌ای مثل فروش نفت، فروش گاز، فروش فرآورده هاش، اینها رو حساب کردن 225 هزار میلیارد تومنه، یعنی 5 برابر فروش سال 99، یعنی سال جاری که هنوز توشیم، 5 برابر خیال کردن در سال 1400 میتونن بفروشن نفتو، یعنی گفتن 2,200,000 بشکه میخوان بفروشیم امسال، آب و حال فقط 500,000 بشکه تونستن بفروشن، امید بستن انشاءالله میفروشیم و از پولش منابع داریم. خب حالا با دومیش با گذاری دارایی های مالی است 298,000 میلیارد تومنه، این شامل همون فروش اوراق است که من گفتم تو اون جمله‌ای که به اصطلاح بودجه عبارت از فروش ثروت های ملی، اون بخش مال نفتش بود که خدمتتون عرض کردم. فروش اوراق که گفتن در 1,498,000 میلیارد تومنه و گفتم هم قرضه که به قرضش هم میرسیم. همین واگذاری دارایی های مالی شامل منابع مالی از طریق پولایی که از صندوق توسعه ملی میخواد بگیره، نامه‌های اختصاصی نویسه آقای روحانی به خامنه ای که اینقدر از سهم 38% صندوق رو بدید، فروش اوراق مشارکته و اخذ وام‌های داخلی خارجی و فروش سهام شرکت ها، اینا در واقع استقراض هستن، استقراض دولت هستن. و چهارم درآمدهای اختصاصی است که مثلا فرض کنید این دیگه برمیگرده به درآمد فرض کنید بیمارستان ها یا دانشگاه که برای خودشون صرف میشه. مجموع این منابع چهارگانه عمومی بودجه عمومی 929.8 میلیارد تومان در لایحه 1400 تشکیل داد. خب این در این لایحه این منبع بودجه عمومی 65% اضافه شده نسبت به سال قبل. کلیدی ترین رقم در بودجه این منابع عمومی است، یعنی وقتی سال قبل یا امسال منظورم سال جاری 99 حدود 484 هزار میلیارد تومان بوده، حالا رسیده به 929 هزار میلیارد تومان. پس افزایش پیدا کرده بر اساس اینکه انشالله مالیات بیشتر میگیریم، نفت میتونیم بفروشیم و گاز و منابع به صلاح فایر فرآورده ها و میتونم بیشتر اوراق پخش کنیم بین مردم و حالا به یکیشون میرسیم. حالا میرسیم اول به بخش هزینه ها. اگر خاطر شنوندگان محترم باشه در شماره قبل توضیح دادم که این دولت درآمدهاش اغلب واهیه، غیر واقعیه، یا این دولت ها در این نظام و هزینه ها ولی واقعیه و سال به سال هم بر دامنش اضافه میشه. حالا چرا؟ ببینید هزینه های جاری هزینه های مثل حقوق و دستمزد، یارانه ها، استفاده از کالا و خدمات، یه هزینه های هم هست برای پروژه های عمرانی که در بودجه نویسی جدید بهش میگن تملک دارایی های سرمایه‌ای یا تملک دارایی های مالی، مثل تسویه قروض و دینی که دولت داره، مثلا اوراق مشارکه از مردم خریده، سر سال باید هم اصلشو بده هم فرعشو، یعنی سودشو بده. این هزینه های جاری که سر جاش حقوق دست مفت تعداد از بازنشستگان جمعیت ایران داره رو به میان سالی رازی میره افزوده میشه، این حقوق دست مفت که سر جاش درسته اضافه میشه بر اینها هزینه های بحران هایی که این نظام تولید میکنه، مثلا بحران هسته‌ای، بحران جنگایی که توش درگیر کرده ایران مثل سوریه و یمن و لبنان و غیره، انواع و اقسام بحران ها و تنش هایی که ایجاد میکنه رو اینا جز هزینه هاییست که چون یک نظام ولایت فقیه یک نظام استبدادیست، توجه بفرمان شنوندگان محترم، روز به روز باید بر دامنه زورش بیفزاید. یعنی چی؟ یعنی این دستگاه های سرکوب رو روز به روز باید اضافه کنه و که بتونه 85 میلیون جمعیت رو ساکت نگه بداره و در یعنی سرکوب کنه هر اعتراضی، هر قیامی، هر نوشتهی، هر چیزی رو، اینا نیاز داره که اینا رو بیشترشون کنه، یه گشتار رو اضافه کنه، انواع اقسام سازمان ها و ارگان های نظامی، شبه نظامی، نمیدونم مخفی، فلان سازمان اطلاعات، ده تا زیر مجموعه، حراست این حراست اون،
میخوندم اینا جمله معترضه میگم شما ببینید اوضاع چقدر شوره که اون خدا آشپزم دادش حواس. آقای زنگنه در یه مصاحبه گفته بود که بابا تعداد کارمندای شرکت نه کارکنانش شده نزدیک به 220 هزار نفر و از اینا 40 هزار نفرش فقط نیروی حراستی است. پس بنابراین ببینید روز به روز بر دامنه این به اصطلاح دستگاه های سرکوب اضافه میکنن، خب اینا هزینه های جاری اضافه میشه روز به روز. و جدای از اون به یک سری آدم هایی که به اصطلاح یعنی دارن کار فرهنگی میکنن، یعنی در واقع کارشون ضد فرهنگی است برای که بتونن این نظام منحط ضد حقوق انسان رو سر پا نگه بدارن، به بعضی از این حوزه ها و فرچیزای گروه های به اصطلاح فرهنگی که تو قوم و غیره درست کردن و بهشون اوورت باید پول بدن که در همین بدن میرسید به اینه در اگر فرصت باشه که در همین بودجه 1400 افزایش بودجه پیدا کردن. پس هزینه های اینا روز به روز بیشتر میشه. خب بعد از کجا میزنن؟ از بودجه های عمرانی میزنن، به جایی که ساخت و ساز بکنن و به محیط زیست برسن و صرف دانشگاه ها کنن و صرف سرانه مدارس بکنن و هزاران راه های سازندگی در ایران، اینا بودجه ها و به خصوص بودجه های عمرانی صرف هزینه های جاری میشه. این هزینه های جاری در بودجه 1400 73% رشد کرد، یعنی با به اصطلاح بودجه سال 99 در مقایسه با بودجه سال 98 73% به اصطلاح رشد کرده. ببخشید 1400 در مقایسه با 99 از 367 هزار میلیارد تومان شده 637 هزار میلیارد تومان. خیلی رقم گنده است. رقم سومین رقم بودجه های عمرانی رو 104 هزار میلیارد تومان حساب کرده، یک هشتم منابع عمومی برای ساخت و ساز. ساخت و سازا چیه؟ این ساخت های فضای جدید رو درست میکنه در آینده که تبدیل میشه به سرمایه های ملی و منابع تازه هم برای دولت میتونه وجود داره، ولی اینا همه صرف از اینا جاری میشه. پس بنابراین ما میبینیم که بودجه های عمرانی همواره در دولت های نظام ملی مخفول ترین بخش بودجه است، برای که هزینه های جاری در طول سال افزایش پیدا میکنن. از کجا این میبلن؟ از بودجه های عمرانی میبلن. سومین بخش هزینه ها بخش بودجه 1400 لایحه‌اش بخش تملک دارایی های مالی، یعنی بدهی های عمده دولت مربوط به پرداخت سود اصل پول اوراق مشارکت فروخته شده در سالهای قبلی با تصفیه حساب بکنه. ببینید وقتی یه دولتی میاد اوراق مشارکت انتشار میده، میگه تقریبا در این نظام نزدیک به سود سپرده ها رو میده، این جذابیت برای مردم نداره، میگن یه هست داره. حالا به اینا میرسیم بعدا، میگن نقدینگی رو از بازار جمع میکن، ولی عیبش چیه؟ عیبش این است که دولت بعدی سر سال باید سود این رو هم بده و بعد چون میمونه و درمونده و بدهی داره به نظام بانکی، اینا رو نمیده، سر رفتید که رفتید میندازه به تعویق، میذاره رو دوش دولت بعدی. همین کار رو هم دولت آقای روحانی داره میکنه. حالا در بودجه سال 1400 73% هزینه ها بیشتر از سال 1399 شد، گفتیم که درسته؟ تقریبا نسبت به سال قبل بخش سایر هزینه ها دو برابر شد. این رقم پرداخت یارانه های نقدی تا یکم کم شده، این برابره، همینجور ثابت مونده، ولی بخش هزینه ها افزایش پیدا کرد. حالا میرسیم به این که پس تراز بین بخش درآمدها و بخش هزینه ها رو همین الان که نگاش کنیم دائما ثابت میشه که اون درآمدها تو هوا معلوم نیست بتونن با وضعیت مسئله بسن خود وضعیت دنیا، آیا دولت بایدن تحریم ها رو بر میداره بر نمیداره، اصلا این دست گروه قدرت مداره که از به سلام نفع میبره از تحریم ها با سنگی نندازه کاری نکنه که این تحریم ها انجام ادامه پیدا نکنه، اگه اینجوری بشه، نه همش واهیه، هنوز معلوم نیست که اینقدر بتونه صادر کنه.
ولی هزینه ها رو میبینیم سر جاشه. خود بودجه گواهی میده که هزینه ها زیاده، 73% رشد کرد. خب این یه کسری وجود میاره، کسری بین درآمدها و هزینه ها. دفتر مطالعات پژوهش های مجلس به ریاست آقای زاکانی گفته بودجه ساختاری قابل توجه حدود 50%، 320 هزار میلیارد تومان این بودجه 1400 کسری داره. خب کسری داره دیگه، شما خودم نداره دیگه. از مثلا این دفتر مطالعات پژوهش های مجلس هم گفته که فقط من میگم که نیست، که خود بودجه گواهی میده. خب حالا نتایج شنوندگان محترم فروش این ثروتمندان ملی چیه؟ این است که ما با صدور نفت خام، نفت رو به مساوی نیروی محرکه میبریم توی اقتصادهای مسلط، اونجا فعالش میکنیم. من تیترای این صدا مطلبی که تحلیل کردم بودجه رو، تیترای از عمد انتخاب کردم، چون بهشون اعتقاد دارم که این بودجه اولا خودش نیروهای محرکه از اونی که داره ویران میشه و ویران هم میکنه، دو اینکه مرتب این بودجه، بودجه 1400 وسیله انتقال نیروهای محرکه ایران به خارج کشور و وارد کردن ویرانگری ها به داخل کشور، و خودش یک سند، مثلا تیتر اولین تحلیلم این بود که این بودجه سند عینی بیمار کردن عمدی اقتصاد ایران. در بخش دوم که گفتم این بودجه وسیله خودش هست برای انتقال نیروهای محرکه به خارج و وارد کردن ویرانگرها به داخل، همینه که خدمتتون عرض میکنم. میاد نیروهای محرکه‌ای که داخلی، از انسان که بگیریم که سالی چقدر مهاجرت میکنه، همین جدیدم خوندم سازمان نظام پزشکی ایران گفته در 10 ماه اخیر حدود 3000 تا پزشک ایرانی مهاجر شده. حالا تا چقدر واقعیت داره امر دیگه است، ولی فاجعه است اگه این اتفاق بیفته. انسان یه نیروی محرکه است و بهترین نیروهای محرکه هر جامعه، و به خصوص که خود اینا نیروی محرکه میسازه، انسان تولید میکنه، فکر تولید میکنه، فرهنگ تولید میکنه، دستش خلق میکنه، کالا تولید میکنه. اگه اینو مهاجرت دادی، شما نیروهای محرکه جامعه تو میفرستی به خارج، چی وارد میکنی؟ کالا. کالا وارد میکنی. نفت رو به عنوان یه نیروی محرکه که میتونه تو اقتصاد ایران تبدیل بشه به یک کالای با ارزش افزوده، مثلا کالای پتروشیمی، شما به عنوان نفت خام میفروشی، بعد چی وارد میکنی؟ مواد پتروشیمی که تو ژاپن درست شده. کجا ایجاد کار کردی؟ در خارج از کشور. در داخل چه حاصل آوردی؟ بیکاری. پس بنابراین این بودجه اعدادش، همین که تو میخوای حواس میکنی که 2,200,000 بشک نفت خام صادر بکنی، یعنی نیروهای ثروت‌های ملی ایران، نیروهای محرکه رو میفرستی خارج، باش کاری که اونجا شده، تولید شده رو وارد میکنی به اونها، برای اونها کار ایجاد میکنی، برای مملکت خودت بیکاری. اینه دیگه، چیزی شاخدم نداره. به اون پس بنابراین درسته این بودجه عامل انتقال نیروهای محرکه به خارج از کشوره و فراورده و خدمات سایر کشورها رو به داخل کشور وارد میکنه. دولت نقش عامل انتقال این رو به عهده داره، عامل انتقال نیروهای محرکه به خارج و ورود کالا و خدمات به داخل. بنابراین تخریب اقتصاد کشور رو از دو طرف باعث میشه. خب حالا در اصطلاح بودجه شنوندگان محترم، دریافت‌های دولت از محل نفت و امثال هم به دلیل اینکه محل فروش سرمایه‌های ملی نه درآمد، به اصطلاح بلکه واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای محسوب میشه، یعنی ثروت‌های ملی رو به فروش می‌گذارن. چرا که فروش نفت که تولید نیست، نفت که کالای تولید شده نیست، به غلط میگن تولید نفت، استخراج نفته از چاه‌های مخازن نفت و گاز. طبیعتی که در طول قرن‌های نفت رو تولید کرده و بر اساس ارقام این لایحه بودجه 1400 دولت پیشبینی کرده 2,200,000 به رقمی 300,000 بشکه در روز بفروشه. خب اینا رو داره پیش فروش میکنه، حد زده که 225
1000 میلیارد تومان از منابع عمومی دولت از محل این واگذاری دارای سرمایه یعنی فروش نفت و مشتقاتش تامین بشه. خب حالا این رو نگاه بکنیم. یک چیز رو من حالا علاوه بر این اوراق سلف نفتی هم میخوام بفروشن 70000 میلیارد تومان تو ردیف یک از ردیفای بودجه نوشته شده. اگر تازه مجلس موافقت بکنه برآورد میشه که 1,600,000 بشکه باید نفت بفروشه، چون اوراق سلف نفتی یعنی از پیش به مردم اوراق میفروشه که فلان موقع اینقدر نفت به شما تحمیل میدیم، حالا پول بده بعد ما به نفت تحمیل میدیم شما به قیمت روز بفروش. خب اینا همش فروش و پیش فروش نفته. حالا ما متوجه میشیم با سهم درآمدهای پیش بینی شده در این بودجه، با سهم هزینه های که تعیین شده در این لایحه بودجه 1400، تمرکز این لایحه بر افزایش هزینه های باری است و تکیه بر منابع غیر واقعی و غیر قابل تحقق و 320,000 میلیارد تومان از مخارج هزینه دولت شامل حقوق و مستمری از محل فروش دارایی ها یا استقراض تامین شده. پس این ادعایی که از هفته قبل کردم طبق آمار درسته، همین جوره. حالا یه جمله رو من از آقای زاکانی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس من نقل میکنم، دقت بفرمایید بینندگان محترم. ببینید چه شکلی کلاه میخوان سر مردم بذارم و دست تو جیب مردم بکنن. ایشون اومده چون تو این مجلس 11 میخواد بندازه تقصیرات گردن دو مجلس قبلی، نمیدونه یادش میره که از دید ما اینا همه چون سلطه یک کرباسه، همه شما این نظام هم مسئولین این نظام هم. میگه که ما در سال 99 توی نوشته آقای زاکان، ما در سال بودجه 99 273,000 میلیارد تومان کسری بودجه داشتیم و این کسری بودجه از طرفی تامین شد که غلط بود. مثلا اینجا رو خوب دقت کنید، بودجه را برای اینکه آمریکا احساس کند اثر تحریماش در سال 97 پایین رفته و بالا نبوده، بودجه را با 1,500,000 بشکه در روز با $50 بستن، نگفتن اینکه اعدادی که برای فروش در نظر گرفتیم یک شو و نمایشه. دقت بفرمایید، میگه از عمد نوشتیم سال 98 نظام 1,500,000 بشکه میفروشه، دلارم $50 تعیین کردیم و اینا رو فقط از ام نوشتیم یه شو اجرا کردیم در این مجلس که بگن که مجلس دهم که بگن نه این تحریم ها اثر نکرده. و حتی اگر بنا باشد که دشمن خواب و خیال به سرش نزند، ادامه میده، از آن طرف ما خودمان خواب و نبرد و هزینه معادل افزایش پیش انگاری منابع رو لحاظ کنید، اما دولت این کار رو کرد و 198,000 میلیارد تومان کسری بودجه بود. دیگه ما باید لااقل عاقل می بودیم به اندازه این خواب و خیالی که کردیم که 1,500,000 بودجه بشک نفت در روز می فروشیم، برابرش هزینه درست نمی کردیم، ولی درست کرد این دولت و کسری به وجود اومد. بعد میاد میگه حالا یه سال بعدش سال 99 هم منابع نفتی بودجه با فروش 1,000,000 بشکه در روز بسته شد که بازم می دونستیم که این ارقام مهیا نمیشه. با خرج تراشی های متعدد نه تنها بودجه را بالا بستن، بلکه در طول سال هم هزینه های دیگری را حتی خلاف قانون تحمیل کردن و شرایط را به سمتی بردن که سال 99 امسال جاری 273,000 میلیارد تومان تصویر بودجه تحمیل شد. خب حالا شما دقت بفرمایید، حالا میگه امسال دیگه این غلط رو نمیخواییم بکنیم، دست تو جیب مردم نکنیم. یه بار 196,000 میلیارد تومان سال 97 مجلس این نظام کسری رو دست مردم گذاشته، امسال که سال جاری 273,000 میلیارد تومان، حالا توی این بودجه 1,420,000 میلیارد تومان. چه خبره؟ از پول کی خلیفه، کی جیب کدوم خلیفه میبخشید؟ هزینه تولید میکنید، درآمده همه واهی و غیر واهی. اقرار رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس که اومده شو بازی کرد، انگار مثلا خونه خالشون دعوت بودن خواستن تعزیه بذارن، شو نمایش، شو بده بازی بذارن تو مجلس این نظام، شو بازی کردن، فشارش انداختن، پایی پولی رو بردن بالا تو بانک مرکزی،
نتیجه بالا رفتن این پایه پولی تورم افسار گسستهی بوده که به کی وارد اومده؟ به مردم. هر روز قیمت ها اضافه در شده. بعد آقای روحانی اومده تو به خیال خام خودش تو خواب مردم رو به خواب زنیگه که یواش یواش این عرض 1200 تومانی رو ندادیم، کردیمش عرض نیمایی، قیمت ها رو هی کاله ها رو یکی یکی جوری که مردم هم متوجه نشدن. خیال میکنه مثل جریان بنزینه میتونه بیاد دیگه، من هم مثل شما جوه فهمیدم قیمت بنزینه میخواستیم بری بالا. چیزی که خودش نمیفهمه رو به مردم، نفهمی خودش رو، نادانی خودش رو به مردم نسبت میده. مردم آقای روحانی هر روز با گوشت و پوست و استخوان خودشون این قیمت ها رو و نرسیدن درآمدشون رو و کم شدن قوه خریدشون رو روز به روز احساس میکنن. چی رو مردم نفهمیدن؟ وظیفه همه اقتصاددانان این است که این بودجه های فاجعه بار رو بشکافن و به مردم توضیح بدن. این عدد نیست 320 هزار میلیارد تومان. رنج و درد و فشار کسری برای مردم میدن. بعدش هم اونهایی هم که اختصاص میدن به کی اختصاص میدن؟ به این مشکلی مافیای نظامی و به این نوبخور به نام کار فرهنگی که به قولی نفر یه جا که نوشته بود که من برای چه کراوات و عزیز بعد بهش بگیم برگیزه ایش چه ببخشیم چیشی درازاویزه درازاویزه نمایشی یا همچیزی، یا به جایی که به کارت تبریک بگیم برگیزه شاد باش، اینقدر ما باید پول ازمون بره دست آقای حداد عادل و گروهش برسه با عنوان فرهنگستان؟ خب این تخصیص های بودجه به دست مافیا، تخصیص ها برای مردم انجام نیست. مردم میرن، مردم بلوچستان در گرسنگی و تشنگی و صفای آب رو ببینه که باید درام به چاهایی هست، این بچه رو مادره میفرسته تو که این آب رو پر بکنه. هر آن بچه امکان داره خفه بشه، بشه 5-6 ساله. یه لوله کشی آب ندارم، بعد برگیزه شادباش یا نمیدارم درازاویز نمیدارم فلان اسم تراغات این آقای حداد آزیز برای هر کدوم مثل 1500 تومن میگیرم. اینا بودجه ها رو این شکلی تخصیص میدن، تخصیص های غلط پر از تبعیض. خب یکی به قول مرحوم مشیری، شادوان مشیری میگفت که صحبت از پج مردن یک برگ نیست، وای جنگل را بیابان میکنن. اینا مردم ایران، بچه ها و نونهالان و کودکان ایرانی هستن که دارن پرپر میکنن در سوی تغذیه، در گرسنگی و جیب رانتخارای خودشون رو پر میکنن. حالا یک کلکی هم زدن تو نرخ ارز، نمیدونم چقدر فرصت هست آقای ده دقیقه فرصت داریم. همین شما اشاره کردیم بهش، خواستم بگم که بهره‌مندان از این بودجه که فرمودین کیا هستند؟ اینا برای من لطف کنید، من اخیرا یک کلیپی برای من رسید که از کتاب نویسی آقای علی اکبر ولایتی بود. این بیش از 12 خب واقعا آدم به این آقا بودجه تشخیص داد گویا از همون تبلیغات. درست ببینید یه چیزی که آدم خیلی دردش میاد، این بالای لایحه بودجه 1400 یک نقل از امام علی علیه السلام کردن، پیش نوشتن که ایشون فرموده که برنامه‌ریزی درست مال اندک رو افزایش میده و برنامه‌ریزی نادرست مال فراوان رو نابود میکنه. میخواستم بگم این بودجه درست وارونه توسعه امام علی علیه السلام، یعنی خود سند حاضره که مال اندک مردم رو اینها به اصطلاح مال فراوان مردم رو دا برنامه‌ریزی نادرست دارن نابود میکنن. و نمونه از شال شما گفتید چه تأثیراتی داره. ببینید کمی میدونیم که در حالی که سرنوشت کل ملت ایران الان منوط به زدن واکسن کرونا، بیماری به اصطلاح خطر جانی که مردم رو تهدید میکنه، بگذاریم که اول اومدن انواع اقسام بهانه آوردن، اول گفتن گرونه واکسن خارجی، بعد گفتن هزینه یخچال صرف کننده رو نداریم، بعد گفتن که به اصطلاح یکی اومد
حساب کرد، گفت هر کدوم از یخچال ها 10 تا 20 هزار دلار قیمت داره، هر یخچال 23 هزار دوز واکسن میتونه توش خودش بده، به عبارتی 80 میلیون دوز واکسن اگه نیاز باشه یا دو برابرش بکنیم، به هر حال قیمت اینها میشه 60 میلیون دلار. آیا یک نظامی این همه اختلاس میکنن؟ حتی اختلاس 2 میلیارد یورویی بابت زنجانی رو یا اختلاس 6 میلیارد یورویی اخیر کنار این قیمت بذاریم، انصافا این مملکت 60 میلیون نداره جان 80 میلیون نفر رو نجات بده. تا جایی رسیدن که حالا دبه در آورد آقای خامنه‌ای میگه اصلا اینا توش اینا خراب قصد جان ملت کرده، از اون موضع حکومتی از اون بالا جان همه مردم ایران براش هیچ اصلا وارد نشه. حالا ببینیم این بودجه رو به کیا توی همچین شرایطی ببینید چه حاتم تایی بخشی هایی میکنن اینا. یک بخشی داره این بودجه به نام حفظ نظم و امنیت عمومی. امنیت با خدا دقت کنی اینا نیروهای سرکوب رو حافظ نظم و امنیت عمومی هم تاز دلقشون میکنن. بودجه های نیروهای نظامی رو به شکلی کم سابقه آقای حکومت آقای حسن روحانی توی لایحه بودجه 2600 افزایش داده، اومده 4000 میلیارد تومان به اصطلاح افزایش از بودجه سال 1399. خب میزان این افزایش در مورد سپاه پاسداران 14000 میلیارد تومانه، یعنی بودجه سپاه پاسداران افزایش 58% پیدا کرده نسبت به سال جاری، از 24000 و 335 میلیارد تومان کرده 38564 میلیارد، یعنی 14000 میلیارد تومان افزایش. حالا تو خدا دقت کنید یک نظام، یک بنیادی مثل سپاه پاسداران که موشک به هواپیمای ایرانی میزنه، ایرانی ها رو میکشه، مخل آسایش و امنیت مردم هم هست، از بودجهش از ارتش ایران که حافظ مرزهای کشوره و نقشی در سرکوب مردم نداره بیشتره. یعنی بودجه سپاه کل ارتش 20000 میلیارد تومان تعیین شده، مال سپاه 34000. اینجاست که میبینیم این تخصیص بودجه ها چقدر اشتباه انجام میشه و ضررش کجا به مردم وارد، یعنی به اون نیروهای سرکوب که مردم سرکوب میکنن بودجه بیشتری و از جیب مردم و از ثروت های ملی اضافه میکنن و از قرض هایی که تلمبار میکنن برای آینده که به شکل بمب انفجاری تورم مردم با قصاصش رو پس بدن. بودجه واباکس تو سال آینده از جمله 7765 میلیارد 215 میلیون تومان اجرای وظایف حاکمیتی و امنیتی و فناوری اطلاعات و بعد صندوق بازنشستگی اونا و صندوق بازنشستگی شهید شاطری و اضافه کنی شهدای گمنام و همه اینها این بودجه ها اضافه کردن. بودجه های نظامی نهادهای امنیتی به اسم دفاع، حفظ نظام، نظم و امنیت عمومی، تحقیق توسعه امور دفاعی امنیتی نزدیک به 121000 میلیارد تومانه. خب برای امور امنیتی و نظامی. خب اینا کمه؟ بودجه حساب دخل خرج یک ساله یک کشوره. چه اثری رو مردم داره؟ به غیر از اینکه نیروهای سرکوبش اضافه میکنن، تورم و گرانی به اصطلاح فاجعه گرسنگی. الان یه خبری بود که توضیح داده بود با آمار ارقام که 17 استان کشور در معرض مخاطرات تغذیه‌ای هستن. طرح آمار هزینه ها درآمد خانواده ها تو سال 98-99 عنوان کرده بودن شده مردم هزینه های گوشت و غلات و نان و لبنیات تخم مرغ ندارن بدن. روستایی ها که برشون بسیار بدتره. 3 میلیون نیروی کار در اثر کرونا از بین رفته. خب بنابراین شما نگاه بکنید این تخصیص های پر از تبعیض و بعد هم بودجه نهادهای به اصطلاح مذهبی و به اصطلاح فرهنگی در واقع تبلیغاتی رژیم 100% افزایش پیدا کرده تو این لایحه. بودجه عقیدت سیاسی وزارت دفاع، دفتر عقیدت سیاسی، فرماندهی کل قوا، ستاد مرکز راهیان نور، سازمان عقیدت سیاسی، نیروهای انتظامی 100% افزایش پیدا کرده. صدا و سیمای ملی که مردم به درستی بهش میگن نه ملی، ملی 48000 کارمند داره.
بودجه دو برابر بودجه سازمان محیط زیست ایران داره. جالبه ها، مردم به برنامه هاش نگاه نمی کنن، بودجهش افزایش میدن، تعداد کارمنداشو. چرا این کارمند، چرا این بوروکراسی این نظام باد کرده و فربهه؟ چرا این نظام الان دیگه به تعبیری 4,700,000 تا به تعبیری 5,200,000 تا کارمند داره؟ مقایسه بکنی با سایر کشورها، مثلا انگلستان 55,098,000 تا جمعیت داره، جمعیت شاغل دولتی 16.4%، ایران هست 24%، ترکیه جمعیت نزدیک کشور ما داره 13%، ژاپن 127,000,000 نفر جمعیت داره، کارمندای دولتیش 5.9%، ایران یه دفعه 24% تعداد کارمندای دولتیش نسبت به کل جمعیت. این فربهی حجم دستگاه دولتی یه بار زیادی است که به اقتصاد ایران تحمیل میشه، جدای از اون سال به سال هم فربهتر میشه. اما علتش برای این که راهیه برای این نظام، نظام استبدادی، که نیروهای محرکه انسانی رو از جامعه جذب این دستگاه فاسدسازش بکنه، خونساشون کنه، مطیعشون کنه، وابستهشون کنه، نونش گرفتار این دولت باشه، دستش جلوی دولت باشه، بگه حقوقم بده. میبردش 248,000 کارمند میخواد این صدا و سیما، میبره اونجا که گرفتارش کنه، خونساش بکنه، ساکتش بکنه، مطیعش بکنه، وابستهش کنه، حقوق روز و شب فرداشو، همه زمینه های کارهای دیگر هم قطع میکنه، جون بخوری به عنوان زندانم فعال محیط زیستی، کار تو زندان مهر جاسوسی تو پیشونیت میزنن، که چیکار بکنه که این نیروها رو خونسا کنه یا از کشور فراری بده. از همینجور که خدمت شنوندگان محترم صحبت عرایزم رو تمام میکنم، اگه سوالی نیست، اگه باشه که در خدمتم. این بودجه نیروهای محرکه عظیمیه خودش، که هم این بودجه رو، این پول رو ویران میکنه، هم این که نیروهای محرکه چه مغزی انسان، چه کالاهای ایران مثلا یا ثروتهای ملی رو خارج میکنه به خارج، از اونجا جنس وارد میکنه، ایجاد اشتغال میکنه در اون کشورها و تحقیق و توسعه در سایر کشورها، ایران بیکاری رو به جاش میاره، و همچنین این بودجه خودش سند بیمار کردن عمدی اقتصاد ایران. من در دوره احمدی نژادم با فکر می بودجه هاش هر ساله که تحلیل می کردم بی سبب نمی نوشتم که این بودجه ها سند آشکاری که بیاید ما رو تحریم کنید. یک عمدی در این نظام وجود داره که پایه اقتصاد ایران رو آنچنان ضعیف بکنه که دولت های خارجی طمع به تحریم ایران بکنن، چون ضررش به مردم میرسه. اینا که پول خودشون دارن، قاچاق دارن، فروش خصوصی نفت میکنن، این اعضای این نظام رو، اینا پولای خودشون دارن، خونه هاشون تو ولنجه کنه میدونن فلانجا، اونم که تو جماران نشسته بیمارستان اختصاصی داره، تونل هم برای دادن برای فرارش، کیه که واکسناشون هم زده به قول معروف، به قول یه آقایی واکسناشون هم زدن، بقیه مردم محرومن، هی تورم بالا، اینا بچزه از اون طرف هم زیر پاشو خالی، منابعشون هم به حراج گذاشته میشه. این بودجه ها سند این جنایته و خیانته در حق ملت. سوالی هست در خدمت هستم. وقتی هم ندارم، امیدوارم مردم ما ایران و اونایی که احساس مسئولیت میکنن این گفتگوها را ضبط کنن، انتشار بدن تا به حق و حقیقت پی ببرن. با سپاس از شما که با ما بودید. همچنین نقد کنن، انشالله منم مستفید بشم. ممنون و متشکرم. متشکرم از شما، امیدوارم که در برنامه آینده شما رو داشته باشیم. تا فرصتی دیگه به شما بدرود میگیم. روز و روزگار ممنون باشید. محبت دارید. خدا نگهدار. شب شما و شنوندگان محترم باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.